gasolina. با درود به بینندگان خوب تلویزیون پارس، اثر پهلوان هستم و دقایق رو با شما بینندگان خوب تلویزیون خواهم بود. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید سلامت باشید و پایدار و با خبرهایی که این روزها در دنیا و در گوشه خاورمیانه میشنویم مطمئنن حال و روز خوبی نمیتونیم داشته باشیم با این جنگی که اتفاق افتاده و همینطور واقعا تعدادی اسیری که هنوز در زیر دست حماسی ها هستند و حماس هستند و این که نمیدونیم چه اتفاقی برای بچه ها افتاده، تعدادی از فرانسوی ها، امریکایی ها و آلمانی ها و تعدادشون در صورت هنوز مشخص و معلوم نیست. با عکس هایی که پخش میکنن در کنسرتی که روز شنبه بوده داره به یک هفته میرسه و واقعا صحنه هایی رو اخیراً دوباره منتشر کردن که بسیار دردناکه و دنیا امروز تروریست رو محکوم میکنه و همینطور مهمتر از همه اون کسی که حمایت میکنه و کسی نیست جز حکومت جمهوری اسلامی و اینکه محکوم کردن حکومت جمهوری اسلامی. امروز ما ایرانیان در سراسر دنیا باید از دولت مردان آمریکایی اروپایی بخوایم که دست از حمایتش از جمهوری اسلامی برداره و در کنار مردم ایران قرار بگیره و وقتی که جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه، نه حزب الله لبنان، نه حماس، نه دیگر گروه های تروریستی هیچ نوع حمایت مالی نخواهند شد و از بین خواهند رفت. اصلش حکومت جمهوری اسلامیه و این رو بارها بارها گفتیم و میگیم و دنیا باید بفهمه که وجود جمهوری اسلامی خطری است برای خاورمیانه و دنیا. این رو باید بفهمند و متوجهش باشند. با اینکه در طی این سالها دیدیم در کنار مردم ایران نبودن، در موقعی که اوباما آمد و گریه کرد برای ندا آقا سلطان و ندا آقا سلطان ها، و یا اینکه در سال گذشته و یا آبان در آبان 1998 اینکه آمدن و این همه جوان رو کشتن و در کنار مردم قرار نگرفتن، و باز هم سال گذشته در طی این روزها یک دفعه در کنار مردم نبودن و رفتن در کنار حکومت جمهوری اسلامی، حکومتی است که حکومت تروریستی است و حامی تروریسته. بینندگان عزیز، برنامه را آغاز میکنم. بگذارید قبل از اینکه برنامه را آغاز بکنم از دو کتابی براتون بگم. کتابی است که به همت و یاری دوستان و یاران من در واقع این دو تا کتاب به چاپ رسید. اولین باری است که این کتاب رو نشون میدم. کتاب حشمت الله تبرزدی است، دو کتاب، یکی از خاطراتش از زندان رجایی شهر و یکی دیگه اقتدارگری و حقوق بشر. دو کتابی است که از خانوادهش و به البته موافقت آقای تبرزدی به دست من داده شد، امانتی است در دست من و من این رو با مسئولیت خودم و دوستان و یارانم این رو به چاپ رسوندیم که بتونیم شاید یک یاری برسونیم به یک زندانی سیاسی که پول خودشه، کتاب خودشه و ما هیچی از این مورد نه دریافت خواهیم کرد نه فکر می‌کنم وظیفه تک تک ماست که من همیشه در طی این سالها یاری رسوندم به زندانیان سیاسی و زندانیانی که عقیده هم عقیده من نبودن. اگر من به حقوق بشر و حقوق انسانی عقیده دارم، باید در عمل هم نشون بدم. من همیشه و همیشه گفتم یک مشروطه خواه هستم و رأی من شاهزاده رضا پهلوی است، ولی آنچه که باور دارم این که ما باید به همه عقاید احترام بگذاریم و همه رو در اون چارچوب حقوق انسانی و حقوق بشری قبول کنیم. اگر من اعتقاد دارم زندانی سیاسی آزاد باید گردد، مطمئنن
در همه صدق میکنه. و این رو ثابت کردم طی این سالها، چه مجاهد بوده، چه فداهی، چه مشروطه خواه، چه جمهوری خواه، این رو ثابت کردم که حامیشون بودم. و امروز هم بار دیگر دوست دارم که شما هموطنانی که بیننده برنامه من هستید، این یاری رو برسونید و کمکی بکنیم به فروش این کتاب ها برای حمایت از آقای حشمت الله تبرزدی، که میتونید به من ایمیل بزنید asalpahlevan@gmail.com و یا من تلفنی رو در اختیار شما میگذارم که میتونید به این شماره تلفن تماس بگیرید و کتاب رو سفارش بدید. تلفن هست 818-584-4767. تکرار میکنم 818-584-4767. میتونید تماس بگیرید، میتونید تکست بزنید و این کتاب ها رو سفارش بدید. که آقای تبرزدی در موردشون باید بگم که در آخرین دادگاهی که برای ایشون تشکیل شد، ایشون رو به 45 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم کردن و حتی وکیل ایشون آقای محمد مقیمی که وکیل ایشون بودن، میدونید که آقای تبرزدی دادگاه رو به رسمیت نشناختن، میتونستن تجدید نظر کنن، گفته وقتی که من دادگاهی رو قبول ندارم پس نمیخوام که تجدید نظر هم بکنن. این حکمی است که آخرین حکمی، البته محاربم جزوش بود که اون حذف شد و 45 سال حکمی است که حکم تعزیری است که برای ایشون صادر کردن و ایشون همچنان در زندان در اصفهان به سر میبره که یکی از سخت‌ترین زندان‌های جمهوری اسلامی است، که امیدوارم بتونیم ایشون رو به حتی زندان اوین برگردونیم. بینندگان عزیز، باز هم گفتید که این رو اعلام کنم، من هر دفعه اعلام میکنم. مجله فردوسی امروز که به شماره 666 خودش رسید، فاجعه در راه است. فاجعه ای که نمیدونیم، هر روز میگویند ضربه یعنی سکته مغزی، هر روز میگویند مرده یا زنده، او واقعا خبری در دسترس نیست و آنچه که مسلمه فاجعه ای در راه است. و میدونیم که این فاجعه حتی پدر و مادر او رو هم در واقع دهنشون رو بستن. بیایید همه با هم صدای آرمیتا باشیم. آهای خبردار مسیحی آشا، خوابی یا بیدار، خوابی یا بیدار. بینندگان عزیز، همونطور که در طی روزهای اخیر من گفته بودم و باید انجامش بدم، مبادا فراموش کنیم کشته شدگان خیزش زن، زندگی، آزادی رو. در طی این روزها عزیزان ما در سال پیش در همچین روزهایی کشته شدند. بیایید یادی بکنیم با هم از نگین عبدالملکی. نگین عبدالملکی که در 20 مهر ماه در همدان به دست دشخیمان کشته میشه. او دانش آموز 21 ساله‌ای بود که در رشته مهندسی پزشکی در دانشگاه صنعتی همدان میرفت. او در روز 20 مهر ماه بر اثر ضربات باتوم بر سر و جمجمش کشته شد. او در شهر همدان در واقع خونریزی کرد و وقتی که خونریزی کرد، او خودش رو به خوابگاه رسوند و در اثر خونریزی مغزی در خوابگاه دانشجویی جانش رو از دست داد. او فقط 21 سال داشت. پیمان منبری 29 ساله در روز 16 مهر ماه در اثر شلیک مستقیم ماموران جانش رو از دست داد و بعد گفتن که او خودکشی کرده. یادش گرامی باد، نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم. دعا
دختر جوان دیگری رو که دوست داشتم یادش بکنیم، اسراء پناهی، متولد 14 اسفند 1385 در 20 مهر ماه دانش آموز اهل ایران بود که طی خیزش در حمله به دبیرستان شاهد اردبیل به دست نیروهای امنیتی و لباس شخصی به ضرب و شد کشته شد و جوانانی بودند که شعار می دادن. او فقط 15 سال داشت. حکومت بچه کش نمی خواهیم، نمی خواهیم. جوان دیگری رو که باید از او یاد کنم ابوالفضل مهدی پور نام دارد. ویدیویی رو از او ببینیم. امشب شب شب دین زنبار منم بار میگرده میبینی کی مرده ته بازی کی با خودش چند چنده میاد روزی که امسال و اینقدر دیگه بر نگرده بارم خوب شه قول میدم شهر رو شیرینی میدم کوچه جای اونایی که نیستن گل میذارم بازم میشه دور هم جمع بشیم بگیم بخندیم بازم میشه در پشت سر این ابوالفضل مهدی پور متولد 28 مرداد ماه 1383 بود و در او در بابل زندگی میکرد و یکی از کشته شدگان بود که با شلیک گلوله از پشت سرش کشته شد. یاد دختر جوانی که در خیزش زن زندگی آزادی کشته شد رو گرامی میدارم. نام او غزاله بود. غزاله رکسانا امیری کیا 22 ساله دانشجوی دندان پزشکی دانشگاه شیراز بود. او در 18 مهر ماه در جریان اعتراض به نبودن قانون و بی‌عدالتی در حوالی معالی آباد شیراز با ضربات باتون به سرش به شدت مجروح شد. به دلیل ترس از بازداشت شدن به بیمارستان مراجعه نکرد و او هم به خوابگاه رفت و در خوابگاه جانش را از دست داد. ما ملت نباید فراموش کنیم و باید یادآوری بکنیم که ماهیت جمهوری اسلامی چیست. ما ملت کبیریم، ایرانو پس میگیریم. ما این روزا رو یادمون میمونه بازم میزنه تو این خاک جوونه ما ریشمون همین جاست هر جا باشیم آخه هیچ جا نمیشه مثل خونه جوانانی که در اکباتان براتون گفتم در هفته پیش که دارن دادگاهی میشن در تمامی بچه ها جلوی قاضی اعلام کردن که اعترافشون تحت شکنجه بوده و باید حتما بهش رسیدگی بشه. یک ماه دیگه تشکیل میشه دوباره دادگاه اینها که در این زمینه براتون صحبت میکنم. شعار نویسی در دیوارهای شهر ما ادامه دارد. در واقع میتونیم بگیم دیوارها زبان زنده شهر هستند. اینجا میدون 19 حفاظ امشب 18 ده روز بچه های محل میان اینجا شعار می نویسن و هر روز این شعارها رو پاک می کنن. جوابش هم که می بینید داده نوشته 100 پاک کنی بازم می نویسن و دم این بچه ها گرمه باید کنید. دور تا دور این مدرسه بزرگم هست، پر شعاره. خودم دیدم 3 جوونی که شاید 15-16 سالشون بود داشتم با همین شعار نویسی ها رو می کردم. دمتون گرم، ما بی شماری. ما بیشماریم، واقعا هم این چنینه. در اکباتان همچنان هر روز و هر شب شعار نویسی و شعار دادن ادامه دارد.
با هم نگاه میکنیم به تصویری که در دیوارهای اکباتان مینویسند مرگ بر خامنه ای، و همینطور شعارهای شبانه همچنان ادامه دارد. در این قسمت از برنامه بگذارید بریم نگاهی بکنیم به شهر اکباتان با شعار مرگ بر دیکتاتور. بینندگان عزیز، باید این رو بگم که جمهوری اسلامی همچنان به ماشین اعدام ادامه میده و در طی این روزها حکمهایی رو صادر میکنه. در چندی پیش براتون از آقای رضا رسایی گفتم. رضا رسایی جوانی که 34 سال داره و او در جمعه سوم آذر ماه سال گذشته در شهرستان کرج به اتهام قتل نادر بیرامی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، بازداشت میشه و او رو به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل میکنند. او در همین هفته به اعدام محکوم میشه. شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه این جوان 34 ساله رو محکوم به اعدام میکنه و واقعا کسی که رئیس سپاه و کل اینها آدمهایی رو که کشتن، شما مبادا فراموش کنید که شمایی که دارید جوانها رو اینطوری میکشید، حکم اعدامهایی که صادر میکنید، فردا باید جوابگو باشید. ببینید تصویر مادری رو که داره وقتی که خبر حکم اعدام فرزندش رو دادن. حکومت بچه کش، جوان کش نمیخوایم، نمیخوایم. بله، صدای جوانان باشیم و همونطور که گفتم در دیروز هم براتون گفتم که دو نفر رو اعدام کردن، چهار نفر دیگر رو در جای دیگه اعدام کردن و امروز سکوت کردن در مقابل جمهوری اسلامی خیانتی است به تک تک این عزیزان و اینکه به ناحق اعدامشون میکنن. و همینطور باید در همینجا بگم که ماهیت جمهوری اسلامی در طی این 44 سال این چنینه و شرایط مردم روز به روز بدتر و بدتر میشه. خط فقر و واقعا شرایط تورم، بیکاری، اعتصابات سراسری، گسترشش و کارگران و مردم عادی واقعا شرایط بسیار سختی رو دارن. یادآوری میکنم به خبری که در اون موقع، یعنی صحبت‌های خامنه ای جنایتکار و رئیسی دروغگو که هم بی سواد، همین که خود او هم دستش به خون جوانان ما آغشته است. یادآوری است، این ویدیو تازه نیست، این ویدیو قدیمی است، ولی گوش کنید به این حکومت شارلاتان. انگی معیشت مردم، مسئله گرانی ها و تورم و این چیزها بود که خب باید حتما علاج بشه، چیزهای علاج پذیری است. من به مردم و خانواده های گرامی عرض بکنم که از وضعیت و شرایط زندگی اونها مطلعم، نه اطلاع ماهانه و هفتگی، روزانه و ساعتی. من اگر بگم ساعتی بر من نمیگذره الا و این که مسئله معیشت مردم مسئله ماست، حتما مبالغه نکردم. و اگر بگم نشده در این مدتی که در دولت هستم کنار. و وقتی که صحبت‌های این مادر سال خورده رو میشنویم،
بیشتر و بیشتر از حکومت جمهوری اسلامی متنفر می شنیم. اینقدر سخت دارین دیگه خجالتم بکشم وقتی که دستم پیش کسی دراز بکنم مادرم بمیرم و دستم پیش کسی دیگه. از هر ایرانی، از هر سه ایرانی یکیشون زیر خط فقره، یعنی برای بقا. و یا کشاورزی که شاکی و ناراحته و اینکه از دست شما گله داره و از شما بدش میاد، نه به جمهوری اسلامی. ولی چه کار کنم، از حرصم میگم باز سیب زمینی کاشتی این موقع در آوردن شد باز نمیخرم. و اینجاست که این آهنگ میگه بیزارم از دین شما. بگذارید چون به آخر برنامه رسیده، با این آهنگ از شما عزیزان خداحافظی میکنم. نه به جمهوری اسلامی، امروز فقط اتحاد. با تشکر از آقای امیر شورتی عزیز در اتاق فرمان و شما بینندگان تا برنامه دیگر، ساعتی دیگر، خدا نگهدار. بیزارم از دین شما.